مربیگری مستر لیگ فیفا کریر مود. سلام و درود خدا بر شما باد. برای اولین بار اومدیم که باز دوباره دارم میگم اولین بار برای اولین بار اومدیم کریر مود فیفا رو بریم. اگه نمیدونید چیه مثل من، منم نمیدونستم، اما رفتم دیدم که کریر مود هم اون مستر لیگه که مثل اینکه خیلی توی فیفا طرفدار داره و با امکانات بیشتر. الان میخوایم با هم دیگه نیو کریر رو بزنیم، بریم ببینیم که واقعا اگر مستر لیگ فیفا 23 رو بخوایم با پی اس 21 مقایسه بکنیم، حالا من مقایسه کاری ندارم، کلا میخوام این تجربه بکنیم چه چیز این اضافه داره. فقط اینو میدونم که میشه کل فصل رو رد کرد و در حسرت اینم که چرا ای فوتبال هنوز مسئله گونه نداره بیرون. هم نیو کریر رو میزنیم، مثل این که من الان رفتم یه تحقیق کردم، گفتم قبل از اینکه میخوام میام کاریو انجام بدم یه تحقیق قبلش رو بشم، این رو نمیدونم خدا وکیلی چیه، همینو زده بود تو ویدیو، منم همینو میذارم، رفتم یه ویدیو دیدم ببینم که داستانش چیه. الان اومدیم تو کریر، مثل این که اینجا مثل پی اس خودمونه، یه دونه میگه سرمربی بسازی یا اینکه یه دونه از سرمربی ها انتخاب بکنیم، ما یه سری دونه سرمربی ها رو میخوایم انتخاب بکنیم، فقط که چند تا سرمربی داره. آها اینو باید بیای روی این یه دونه فکر کنم بالایی رو بزنی ها. آره بابا چه اصولی، ما چند تا سرمربی داره. بعد الان واسه من یه سوال هست اینجا که همه لیگا رو داره مثلا اینکه ساپورت میکنه، همه سرمربی لیگا رو داره ساپورت میکنه، فقط اینایی که مثلا عکسشون هست دقیقاً این خودشون خدایی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آرژانتین، استرالیا، ها اینا لیگاشونه، میگه این فل تو لیگ مثلا ایران حالا نداره. بله ایران نداره، ایران نداره متاسفانه سرمربی کلا لیگ فرانسه یه دونه پی اس جی لایسنس داره. خوبه انگلند چی؟ انگلند من با آرتتا خیلی موافقم، اما کدوم تیمو مثلا اینکه جدا بعد ببینم، اول سرمربی، سرمربی خوشگله کدومه؟ ببین سیمونه، سیمونه خیلی خوبه، جنگنده و وحشی، ولی ما به خاطر آقای ایترو آنچلوتی برمی‌داریم. جان من سب کن، آنچلوتی فیسش اینه، جاوی ها خودشونه، همه خودشونه فیساشون، اینم خوب در آورده و همه سیسای خودشونه، مثلا یعنی تیپای خودشونه، سیمونه همینجوری سردابا مشکی میبوشه. من میخوام اینجا جاوی رو بردارم، خب اینجا جاوی رو برمیداریم، ادوانسد رو میزنیم و اینجا من بارسا رو نمیخوام بردارم، به خاطر اینکه رئال مادرید ترکیب بشیم میریم چنج تیم رو میزنیم، اونجا اینجا رئال رو میگیریم. بله رئالی مادرید. اینا چیم؟ آها اینور بودجه باشگاه رو مثل اینکه زده ترانسفر رو، آها بودجه سالیانه مثل اینکه، حالا من دقیقا نمیدونم بودجه سالیانه مثل اینکه 227 میلیون دلاره، یعنی 4 میلیارد و خورده دلار بودجه. چیه اون کلاب ورس چی هست؟ یه دست سر شما چی هست کلاب ورس؟ ارزش باشگاه ها ارزش، یعنی فکر کنم کلا باش بازیکناش رو هم اونقدر ارزش داره. ترانسفر هم شما 227 میلیون دلار پول داری. و چی داره میگه اینجا؟ قرمزایی که داره میزنه نا به نظرم چیز رفته بودم دیده بودم، مثل اینکه این قرمزا یعنی واجب شرایط میبینی زده یک یک یک، یعنی مثل اینکه فکر کنم میگه که منظور نمیدونم، حالا من اینا رو دقیقا نمیدونم، ولی مثل اینکه میگه سه تا جام بعد ببری دیگه، سه تا جام شده من نمیدونم چی بزن رئال بده جاره کریر اول رو، مثل اینکه اینجا باید اسم بذاری، خواهم اسم انتخاب کنم رئال ام. اوکی حل خوب برو تو کار ببینیم که چطوریه، ببینم سینماتیک بازی چجوریه. به به آقای جاوی خان در البته اینجا باید اسم مهدی جاوی میبود، اما خب اوکی بذار بریم. بله آقای جاوی خان در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده گرافیک و وید شماره یک هم دادن جاوی، مثل اینکه رسم بر این است که شماره یک رو سرمربی ها بگیرن. این چی میگه؟ خوش من میاد جاما رو چه خوشگل طراحی کردن ها، یعنی منو خدا این چیه این چی ها، اینا یه اسم مثل اینکه یه تورنمنت های خاص یا نمیدونم داداش والله داستانش چیه. ول کن داداش ول کن، همینو بزن بره قرمونت بره. آها تازه وارد کریر شدی، من تازه گرفتم چی شد. خب توی باکسمون یه سری چیزا داریم که ما هم میگه اگه آرسه رو بزنی میبینی ها توی باکس، حالا اینا که چیز خیلی خاصی نیست و خیلی خوب اینجا ترینینگ دی داره، استندینگ داره و اینجا هم هفته و تقویم داره نشون میده، ابجکتیو و نیو این مربیای میره تو اسکواد. بعد الان من که یک سوال دارم، ما اگه بخوایم بازیکن بگیریم چطوری میشه؟ بخوایم بازیکن بگیریم، آها اینجا یه سری از بازیکنایی که خود استعدادیا واسهتون معرفی کرده و مثلا ببینیم چه جوری داستانش. آها اینا بازیکنای نوجوان هستن، بازیکن جوان هستن، بازیکنان جوانی که خود استعدادیا به تو معرفی کرده و همین 6 تا متاسفانه بیشتر نیست. من نمیدونم چرا این دوریه. بعد من یه چیزی که خوند یعنی دقت کرده بودم میگفتن که میشه استعدادیا مثلا استخدام کرد واسه باشگاه، که من نمیدونم داستانش چیه. آها اینا فکر کنم همون استعدادیابایی هستن که ما میخوایم میتونیم استخدام بکنیم، یعنی فکر کنم نمیدونم دقیقاً چطوریه. مثلا اگه بخوایم استعدادیاب اسپانیایی که 5 ستاره است
احساس هم بکنیم. همینجا آقا فکر کنم همینجایی که میگی من استعداد یاب میخوام واسه باشگاه، میگه از این 5 تا شما میتونی چند تا استعداد یاب انتخاب کنی که حالا پولشون هم هست و میتونی پولشون رو بدی. میگه یه دونه استعداد یاب ژاپنی هست آقای ماتزوکی فکر کنم اگه اشتباه نکنم 4,080,000 میگیره، اون تامو به عربی اعتماد میکنه و به ژاپنی اعتماد میکنیم. میخوام یه دونه استعداد یاب واسه تیم بخرم ببینم چطوریه. یه استعداد یاب خریدیم فعلا و میخوام یه دونه بازیکن سرچ کنم بخرم واسه باشگاه. ببین من میخوام بلینگامو واسه باشگاه بخرم، من میخوام بلینگامو واسه باشگاه بخرم. من شاید واسه وسط مسخره باشه ولی من میخوام بلینگامو بخرم. 19 ساله سی ام هافک وسط، ببینم چقدر میگیره بیاد. 83 میلیون بعد 41,000 دلار هم باید بودجه سالیانه بهش بدی، ولی به نظرم که اوکیه. و بعد از مثل اینکه شما ترنسفر رو اندینو اینا به اون ترنسفرتون حالا خود ربات بازی به قاعده سن نومن نومن نام فلان و مثال بودجه که واسه اون بازیکن خرج کردی مثل اینکه یک نمره میده از A تا F فکر میکنم. یعنی من که دیدم اینجوری بود، یعنی اولین بار من خواهم میام تو کریر. و اگر ما بخوایم اینو بگیریم بعد کدوم بزنیم؟ خب میخوام بایش کنم آقا. بذار بلینگامو من الان میگیرم آقا، نگران نباش. شما اینو بزن، همون 15% بزن، 25%. ای بابا گرفتار شدیم ما. اینم بزن بگو که آقا من 50 میلیون 70-80 میلیون بیشتر میدم. اینم که چی میگه، اگه شما اینو بگی چی میگه. اینو الان بزن سابمیتو بزن ببینیم که چی میگه. آبا بده بیاد دیگه. حالا خصیص بازی چرا در میاد؟ ری کمی ناراضی است. بده جان. آها بزن اکسپت اکسپت. قبول قبول میکنم، تو قبول کن. دیگه بریم ما، دیگه بریم ما، دیگه هر کون عقل نباشه خواهش میکنم. بریم بلینگام مومدنش قطعی شد. بخش ابجکتیوش اینجا چیه؟ آها میگه اینا رو شما باید ببری. اینی که بهتون گفتم میشه چمپیونز لیگ رو گفته شما باید ببری. یکی از بهترین پلیرای دنیا رو که اوورالش مثل اینکه 82 بالا رو مثل اینکه بگیری و یه دونهم 7 تا اینو نمیدونم چی میگه. میگه مثلا اینکه 7 گل بعد میزنه چی میگه. بعد میگه که جام حذفی و لالیگا هم شما باید ببری. خب ما باید همه رو ببریم دیگه. بعد آقا درصد و مثلا بگو بالای بالا، بعد شما اینم بگو 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون ما اضافه میدیم. اوکی زبده رو بزن، اینو بزن بره 40 میلیون ما 25% دیگه بده بیاد. ماشاءالله راضی شد، ماشاءالله راضی شد، ماشاءالله ماشاءالله. کریستیانو رونالدو بازگشت پیدا میکنه به رئال مادرید. قبول میکنه کریس رونالدو. الان کجا رفتی؟ او آلابا داره میره، آلابا داره میره با چهره غمگین و خسته. جاوی داره هی بدرقش میکنه، هی روزگار نامروت از باشگاه داره میره بیرون. کسی نیست خداحافظی بگی بهش. بازیکن باشگاه اصلا هیچ به چی، یه دونه چمدون یه دونه ساک گرفت دستش داره میره بیرون. خداحافظ آلابا، خوش اومدید باشه. اوه اینا فروختیم دی دادمون، یعنی گن زدیم. برو برس به این بازی اولیه تو رو جان جدت، برو برو کانتینیو کن، برو. آفرین آفرین، اینش قشنگه، اینش قشنگه که میتونی رد بکنی. ای بازی نه یه بازی داشتیم حواسم نبود، 3-1 بردیم بازی. ها حالا با منچستر سیتی بازی داریم. مثلا من نمیدونم کجا اومدم با منچستر سیتی هم افتاد. خب میتونی بازی بکنی میتونی بازی نکنی، اما ما بازی میکنیم. بذار یه ذره بیا عقب، بیا عقب داشم. الان رونالدو اومد یا نیومد؟ داستانش چی شد؟ جواب رونالدو اومد نیومد چی شد؟ الان رونالدو فکر کنم اومدش تو تیممون. مسی رو بده بیاد، مسی دیگه از خودمونه میاد. شما بزن اینو 100 میلیون که نه، بزن 70 به 80 میلیون. خدای مسی رو بده بیاد. 80 میلیون زیاد گفتم. ببین پیشنهاد دارم میدیم بهش، هم چی میگه؟ بله قبول کرد، رو هوا زدش. مسی هم اومد، رونالدو مسی و بلینگام. ببین چی شد تیم. اینم از این، بریم که ایشالا مسی خان بیادش. من میخوام بازی رو رد کنم، میتونم؟ بذار این بازیکنمون بیان بعدا ما بریم. بذار یه لحظه من کجا رفته بودم؟ من اومده بودم تو اینجا، بعد آریکو زده بودم، میخواستم بازی رو رد کنم برسیم به اینجا. بعد شما یه سو بزن اینجا، یکی یک کردیم نبردیم، رسیدیم به سمت ریست. الان شما بیا اینجا بذاریم چه خبره. رونالدو اینا اومدن، من چرا اصلا به هم چیز نمیده از این ترانسفر هایی که انجام شده؟ آخ 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 آخ، فکر کنم قبول نکردش یا نه قبول کرد. الان من باید کوی چیزی بدنم یا فکر کنم نماینده چی میگه؟ من اصلا نمیفهمم داستان چیه. خدا وکیلی آقا بلینگام مگه نگفت من میام؟ اصلا مار خورد کرد دوباره ها آقای محترم. من خود بلینگام حالا آوردن، ببینیم که داستان چیه. این چی میگه من نمیفهمم که. پرسپکت رو بزن آقا، پرسپکت رو بزن ببینم که میاد این بشر یا نه. اکسپت بکن باهاش ببینم این بشر دوست داشتنی میاد. 5 سال اکسپت داداشه، من هر چی تو بگی من اکسپت میکنم، فقط بیا دیگه. بزن مذاکره کن باهاش اگه نمیاد داداشه، مذاکره کن باهاش، اکسپت بزن دیگه. بلینگام جان شما بیا، من همه چی دارم قبول میکنم.
خب خوش اومدی. تموم شد رفت. بله، بدینگام حضور پیدا میکنه در باشگاه. بعد این بازیکن بدون هیچ استقبال، یعنی باید وارد باشگاه بشه، در این حد بالا باشگاه بی در پیکره. مگه میشاخ؟ بله، خود ژاوی هم سری گوشی میذاره کنار، میاد دست میده به آقا بینیکامو، سری قرارداد بستن اومد تو باشگاه. بله، میره واسه آزمایش ها و تست هایی که قرار قبل از ورود به باشگاه بده. ماشاءالله بازوهای قشنگی هم داره، لباس بارسا هم داره، رئال داره بهش نشون میده، لباس هم تنش کرد، میخواد بره یه 4 تا شات بگیره. شماره 25 هم هستن که بهش نشون با ژاوی هم عکس گرفت و اومده به رئال. تونی کروس رو کی گفت بدی بره؟ تونی کروس رو فکر کنم دادیم ما رو، اشکال نداره. حالا داداش بده بلینگام بیاد، اردشو داره بلینگام. اینم که ریجکت کرد و اینم من نمیدونم مسی چی گفت. مسی هم ریجکت کرد، مسی نیومد، گفت رونالدو هست من نمیام. فکر کنم الان بعد داستان رونالدو چه جوری شده. پلی مچ بلینگام اومده. بله، سندینگ جدولم اینجوریه که ما فعلا صدریم. نمیتونم اصلا داستان چه جوری هست، یعنی در این حد بی در پیکل با ناپولی باز داریم. اوکی، این ناپولی الان بلینگام بعد به 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 قبل باز داریم. مشاهده کنیم بلینگام اولین بازیکنیه که پیاده میشه مثلا اینکه اولین بازی رسمیشو میخواد انجام بده. آقای بلینگام با شماره 25 ایشون رو نمیشناختم، شبیه ایلان ماسک هم بود. بله، گومز هم اومد، گومز هم که از لیورپول رفته ناپولیو. او اینو تازه خریده بودن، اینم تازه خریده بودن گومزو. داشته بودن بازی رو شروع کن، بازی شروع میشه، توپ رو میگیره ما اونجا، پاسکاری های زیبایی که اونجا انجام میده حاجی کریم بنزما، توپ رو میده و خدا حاجی کریم تیر دور هدف قرار می توی دروازه. بله، حاجی کریم بنزما گل رو ثمر میرسونه. چه زیبا گل زد. این ناپولی نیست داولیا، این ناپولی نیست قطع به یقین. حالا حاجی کریم میزنه تیر دو و توی دروازه. بسون رو با جلو وینیسیوس جونیور، حرکت خود وینیسیوس، حرکت عالیش به حاجی کریم، پاس میده. چه پاسی داد به حاجی کریم بنزما. حالا حاجی کریم چه گولی زد. برو بگیرش، برو بگیرش مندی. مندی سرعتت کمه، مندی سرعتت کمه. آخ 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 تمام میشه. نیم اول باور داره چه بابرا ریچه رئال مادرید، یا ما قویم یا اینا تیم نیستم، مطمئن باش. او چه جالب، دیدی الان رد شد، میتونی نتیجه های همزمان رو مشاهده بکنی. چقدر زیبا. حالا به وینیسیوس بده، وینیسیوس عجبا. آقا ژاوی مشاهده میکنیم کنار زمین. حالا بهش میرسونن، نرسید حاج کریم، تو به گرفت و میرسونه و از همونجا چوری زیبا رامونا زد تو گل. بادا بده جلو ببینم، نکنم یه حرکت یاد گرفتم. اینجوری میکنی فکر کنم میره. آره اینو یاد گرفتم. آه ماشالله چوری دیری میزد اونجا مهدی خان، دیری به شانسی، یک پاس در عمق نفوذ کرده و حالا میزنه شوت شو. تمام میشه و دو هفت بر ریش میبره این بازی کن. آقا پرویشن ها گوشتم لژندری، اینا یک کمی تایمش رو کم کن، 6 دقیقه کافی. رونالدو مگه نگفت من میام؟ الان چی شد باز دوباره؟ رونالدو مگه نگفتی من میام؟ هالندو بگیر. هالندو میتونیم الان بگیریم 200 و... آره بابا میتونیم، چرا نتونیم. آبا گواردیولا رو مشاهده میکنیم که اومده کنار ژاوی بازی کنه. سابق آقای گواردیولا، الان آقای ژاوی خان اینجا نشسته و میخوایم بهش درخواست 100 تا رو 90 تا رو بهش میدم. آجی 90 تا رو بهش بدیم، ببینیم که با 90 تا آقای گواردیولا قبول میکنه یا نمیدونم. من 100 مثلا تو بگو 50 تا، همون 150 تایی که خودت میگی، 160 تایی که تو میگی، من 50 تا بیشتر دارم میگم. ببینیم قبول میکنی آقای گواردیولا یا نه. 160 سوالا همین الان حاضر می که ما بپردازیم. نظر چیه گواردیولا؟ گواردیولا میگه پیشنهاد داده، گفته 10% هم روی فروش بذار، که ما گفتیم اکسپت قبول. اوکی گرفتیم هالندو. حالا ببینیم که خود هالند هم میگه جواب بده، ببینیم که داستان چیه. خب هالند میخواد بیاد با خودمون حرف بزنه، بگیم که حالا میخواد کجا ما رو بازی بده و اینا. بله نگاه میکنیم گلابی ها رو گذاشته کنار، چای گلابی داریم. خب میگه لطفا بنشین با حالا، نمیدونم پدرش حالا، معمولا با پدرش میره این برون بر دیگه. حالا مثلا این پدرش مدیر برنامه‌ش حالا اومده و چه ترافیک خوبی هم داره. یه چیزی بهمون گفت، من حواسم نبودش، ببینم چی میگه. به آجا گفتم قبول بکنه ژاوی. خب میگه 5 سال میخوام، مثلا من برای 5 سال میگه قبول کن بودن منو. 5 سالم خب بیا قبول میکنه، ما که به نفعمونه. میگه خوشحالم که حالا واسه 5 سال اومده، خب من چیکارش کنم؟ مذاکره دوباره بکنم؟ ای بابا 454000 تا میگه واسه 5 سال بده فکر کنم، ببینم میتونیم اکسپ، میتونیم بهش بدیم، فکر کنم بتونیم بهش بدیم. یس فور هالند ورک فور اس، واسه هالند واسه کار ما. خب ببینم که اصلا داستانش چطوری هست. 210000 چقدر تو چیز میز میخواید؟ بونوس هم میخواد، تازه ساینین بونوس هم میخواد دیگه، چی میخواید داداش؟ خب بیا دیگه، تموم شد. چیز دیگه نمیخواستی؟ بله آقای هالند هم گرفتیم واسه تیم خودمونا. ببینیم که آقای هالند خان
یک امضای خوشگل میندازه پای توپ طرفدار و الان ناکو خود وکیلی اومدن هالند رو داشته باش با اومدن بلینگام همینجوری اومد تو باشگاه، انگار یکی اومد همینجوری مثلا فروشنده و خریدار، اصلا معلوم نبود کی بود. خب حالا داره تستای پزشکی رو میگذرونه ببینیم که پزشک ما چی میگه. آقای هالند کلا همه شما رو 25 بالا شروع میشه دیگه. بله اینجا بیشون 26 داره. بله یه دونه فتوشات هم میندازن و به به فقط فتوشات رو میخوایم میندازیم باید کروماکی باشه، ولی خب اوکی پرده سبز گرین اسکرین. 202 میلیون دادیم به هالند. از این انتقال ما نمره بی رو گرفتیم، هنوز ای من نگرفتم ولی اوکی. بعد چی؟ هیچ بازیکنی هم ندادیم. ارزشش 680 تا فکر کنم بود که ما حالا 202 تا شده. حالا خودش هی ور میزد دیگه، ایز میگفت ببین من الان به شما میگم که هالند رو باید کجا بذاری. هالند باید بیاد جای حاج کریم دیگه داداش، اصلا سوال دارم اگه هالند به جای حاج کریم بیاد داخل، حاج کریم بیاد تو تعویضیا فعلا وایس یه ذره جون بگیره. بس ما بریم جلو ببینم که چه اتفاقی میفته تا بازی با بارسا، بعد با بارسا بازی کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا 2-1 بردیم. اوکی تازه رسیدیم به بازیای لیگ، تازه رسیدیم به بازیای لیگ. آها سالیبا رو بذار من آخرین مذاکره رو انجام بدم ببینم میاد. این 50 میلیون رو منظورم شما بده اینور درصد مرصد رو بزن، مشکل نداره ما با درصد مشکل نداریم اگر شما قبول بکنید. بله قبول کردم. حالا اینجا رو داشته باش نکن، با 50 دلار تو قبول میکنیم میایم به خود سالیبا صحبت میکنیم. ببین میگه یک ساله دو ساله سه ساله، من همیشه دو ساله میبندم. حالا ولی شما دو ساله رو پیشنهاد بده ببینم چی میگه. دو ساله که واسه تو بهتره، خب اکسپت کن واسش. واسه هر کلین شیتی که بکنی ما یه بودجه در نظر میگیریم، خلاصه اینجوری بهت بگم. اومد آجی اومد. خیلی خب سالیبا هم حضور پیدا میکنه در ورزشگاه. سالیبا هم گرفتیم. اوکی سالیبا هم گرفتیم، یه دونه دفاع خوشگل خوشمشه رب گرفتیم. 50 میلیون دلار آب خورد واسه یه باشگاه. چرا دی 21 سالشه این. این بازی رو مدیخان میخوام بازی بکنم تا آخر فصلم رد میکنم ببینم که با این حالا کاری که ما کردیم مثلا اتفاقی خواهد افتاد یا نه. رفتیم فکر کنم واسه کنفرانس مطبوعاتی قبل بازی، اولین بازی رئال با مادرید بارسلونا ال کلاسیکو، اولین بازی فصل در لالیگا. این لوک تیم فلان فلان داداشم دیگه اصف کن. ببین داداشم اصلا جواب اینا رو نده، تو بگو این ترکیب ما بهترین ترکیب و دیگه جوابشون نده بریم. اصلا من حالیم نمیشه این زبون اینا رو، ما با یه فارسی ساز اینجا نصب کنیم بابا ولش کن. آن سوال اونه، میگه چلنج بازیکنهای شما چیه؟ یه ما میتونیم ببریم، ما همیشه زنده ایم، یه همچین چیزی میخواد بگه آقا جابی خان. همینم بگو ما دیگه بریم آقا، بی خیال ماشین. چند تا سوال میپرس بابا ولش کن، حرف نزن انقدر باهاشون. خب ترکیب اونا رو مشاهده میکنیم. لواندوفسکی، رافینیا، تورس، پدری، دیان، کسیه رو کاری کاپیتان. نگاه کن تو رو خدا، بعد واسه ما کی کاپیتانه؟ کاسمیرو معقوله. بریم واسه بازی کردن روالت لیدر ببینیم که ماتیکا میتونه بازی رو ببره یا نه. بله بازی داره شروع میشه، دو بینا رو دارن تمیز میکنن، ولی قبل بازی میخوایم ببینیم که چه اتفاقایی میافته. خود ژاوی او هایلایت های الان مثلا اینکه بازی قبلشون رو داره نشون میده. چی رو داره نشون میده؟ بابا بابا شادی گل والورد خداست، خیلی خفنه. بله بازی شروع میشه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو رئال مادرید. ببینیم که بله قشنگ نگاه کن خدا وکیلی منو رو داشته باش. الان اگه پی اس پی 21 بود خودت باید پچ میریختی کوف میریختی تازه یه منو درست بشه، تازه اسکوربوردش خراب بود اون موقع. به 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 بچه‌ها رو نگاه کن، بچه‌های خوشگل و متنوع و مختلف. بعد آقای هالند رو گرفتیم، سه تا خرید داشتیم، سالیبا، هالند و بلینگام. به نظر خریدای بعدی نبودش خدا وکیلی. بذار بریم روی حالت لژندری بازی ببینیم که ماتی خان میتونه کاری از پیش ببره یا نه. هالند سر خوبی داره، ولی خب ما اولا که نباید توپ رو لو بدیم. آقای بلینگام بازی رو باز میکنه، پاس رو میدیم حرکت میکنیم، از اون سرم توار برده توپ رو نگه داشته، خودش پاس میده حرکت میکنه، بلینگام توپ میبره به سمت گوشه. بازی بسیار حساس است و ماتی خان ببینیم که میتونه واقعا این بازی رو ببره یا نه. توپ رو در آورد، میرم واسه زده حمله زدن و زدن شوت آیا یا که نه، که فعلا شوت رو انجام ندادن. توپ رو خراب میکنه کاسمیرو، یک پاس بعد و گل خوردیم. میبرم به گوشه، دوباره به وسط، بابا بگیر لواندوفسکی. و خب آی تو سر دوت بابا ولمون کن دیگه، داری چپ و راست گل میخوری. آفرین برو هالند، هالند برو حرکت کن، برو شوتو بزن. بده هالند بزن جان هر کی دوست داری. واش با من اصلا چه حالیم نیست از فیفا. واسه خدای آسنسیو، آسنسیو حرکت از رو به بیرون هاچ کریم تو بدش کن. بابا من اصلا مصاحبه نمی کنم، برو بریم بابا، برو بریم. باختیم بعدم باختیم دیگه، چیکارش کنم حالا.
رسیدیم به چمپیونز لیگ. چمپیونز لیگ رو یه بازی بردیم یه بازی باختیم، نفهمیدم چی شد. ولی فکر کنم هنوز تو گروهی هستیم، با چیز بازی داریم، منچستر سیتی بازی برگشت، یعنی همون گروهیه ها. ولی اوکی، ما میخوایم بریم تو بازی. رئال صدره با 15 امتیاز، رفتیم ما خوردیم بالا رفتیم به منچستر سیتی، یکیش اولین بازی رو بردیم، بازی برگشت داریم. بریم بازی کنیم ببینیم که منچستر سیتی و مدیخان میتونه ببره یا نه. بله، بازیکن ما آقای حاج کریمی بنزما، آقای هالند وارد میشه. من 35 سال سن داره حاج کریمی بنزما عزیز، حالا نه پشت سر اسطوره خود داره میاد، یعنی حاج کریمی بنزما. منچستر سیتی هم لباس آبیشو نگرفته خدا رو شکر، تیم احساس میکنم زنده تره. مرسی پاس. حالا حرکت میکنیم رو به داخل و به هالند پاس میدیم. هالند پول دون روزه، به خدا رو لژندری اصلا دست ندادم. همون لژندریه. ترکیبمون تو عوض کردم، گفتم هالند پدرتون رو در میاره. فیل فودن تو به وسط میخواد بیاره یا که نه، به وسط آورد و حالا شوتو زدن و گل خوردیم متاسفانه. یادم میده به گوشه، خب الان داد به گوشه، چه غلطی بکنیم الان؟ الان ما چه غلطی بکنیم؟ گل خوردیم. آبا رفت، این رفت، الان ما بهش نمیرسیم که. خب داداش من زد گلو لایی میخوری گل میشه. حالا وینیسیوس صاحب توپ شده، خود وینیسیوس توپ در اومد. حاج کریم حرکت برو گلشو بزن. حاج کریم گلو بزن. فعلا نیمه اول تموم شد، یه دونه عقب، ولی چون یه دونه زدیم الان مساوی. هالند یه پله داره عقب بازی میکنه، خیلی خوبه. نگاه کن این چی بود الان احمد. برو بده به هالند. آفرین بزن. وای نزدیم حاجی، نزد. این همه من دارم میگم پاس بده، با کی دارم حرف میزنم؟ برو آزار. وای الان نکن آخه، بازیکن ما میافته رو زمین. الان چی شد؟ چی باختیم؟ تمام شد رفت. اگه رئال دوم شد 81 امتیاز گرفت، 4 امتیاز کمتر گرفت، خدای واسه اولین بار بد نبود. جام حذفی فکر کنم رئال قهرمان شد اگه اشتباه نکنم. نه سوپر کاپ، این سوپر کاپ بود. توی جام حذفی هم قهرمان شد رئال. اینجا هم نمیدونم چه تورنمنتی بود، اینجا هم اول شدیم، سوپر کاپ هم که گرفتیم و فقط ما یو سی ال و لیگ رو نگرفتیم، بقیه چیزا رو گرفتیم. بعد نبود کارمون. امیدوارم کسی ویدیو لذت بردی. اگه دوست داریم واقعا بخش های مختلف فیفا رو بریم با هم دیگه چک کنیم و ببینیم کدومش جذاب‌تر و دوباره اونا رو چجوری بکنیم، حتما بنویسید که تا الان کدوم بخش رو نرفتیم. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب ما رو بشه. ممنون که تا قبل اون کاری فعلا تو ویدیوهای بعدی.